خب در حضور خانم سو مایریک عضو کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا هستیم. ایشون بنیانگذار انجمن حزبی ضد تروریسم در کنگره است که 120 عضو در مجلس نمایندگان آمریکا داره. خانم مایریک درود میگم شما به برنامه ما خوش آمدید. خیلی خوشحالم از اینکه اینجا حضور دارم. خانم مایریک، بخش عمده از گزارش آقای بلر درباره ایران که به کنگره و جلسه در واقع کمیته شما ارائه شد به تحولات داخلی ایران میپردازه. تصمیم گیری های سیاسی که رژیم ایران انجام میده به گفته آقای بلر کماکان تهران بر مبنای سود و زیانش این تصمیم گیری های سیاسی رو انجام میده. وزیر خارجه آمریکا این هفته برخورد چندان خوشبینانه با پیشنهاد آقای احمدی نژاد برای تبادل اورانیوم نداشت. گفت پیشنهاد هنوز بر روی میزه، ولی اگر ایران نظرش تغییر کرده باید اقدام عملی انجام بده و آژانس بین المللی انرژی اتمی رو در جریان بذاره. اگه موافق باشید بخش از صحبت های خانم هیلاری کلینتون رو با هم گوش کنیم. Deal is still on the table. If Iran wishes to accept it, we look forward to hearing about it from the IAEA because that's the appropriate venue for them to file an official response. خانم مایریک، پیشنهاد تهران و پیشنهاد آقای احمدی نژاد رو چطور ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید یک تلاشی برای دفع الوقت یا یک عقب نشینی در مقابل فشارهای خارجی و داخلی؟ من گمان نمی کنم که این عقب نشینی از طرف دولت ایران باشه. این چیزی نیست که ما می‌خواستیم بشنویم. به نظر من اونها یک ذره هم حتی سیاست خودشون رو تغییر ندادن. من صدای خانم آریان رو نشیدم، امیدوارم که تموم شده باشه تجربه. برشه که آقای اعتقاد دارید سیاست ایران تهران تغییر نکرده، این بدبینی در میان رهبران اروپا و آمریکا هم دیده میشه. آقای بلر در گزارشش که اشاره کردم نتیجه گرفته به رغم آشوب داخلی، به رغم بحران داخلی، سیاست خارجی ایران کماکان تغییر نکرده. فکر میکنید چرا سیاست خارجی ایران همچنان ثابته به رغم این بحران؟ من فکر نمی کنم اونا اصلا اهمیت بدن که مردم ایران چی میخوان. رهبری ایران هر کاری که خودش دلش میخواد انجام خواهد داد و نگرانی من و هر چیزی که من تا حالا در اون سعی کردم کار بکنم اینی که صدای ایرانیای آمریکایی رو به ایرانیان در داخل کشور برسونم، در حمایت از اونها، صدای ایرانیان داخل از آمریکا، در حمایت از ایرانیان داخل کشور برای آزادی خواهی اونها. و ما داریم سعی میکنیم کارهای مختلفی بکنیم، از جمله قطعنامه هایی که ارائه دادیم و همکاری هایی که با اتحادیه اروپا پارلمان اونها داشتیم و خیلی داریم سعی میکنیم که فشار بر روی دولت در حمایت از مردم ایران رو نگه داریم. ما به عنوان آمریکایی نمیخوایم که خاورمیانه رو اشغال بکنیم، ما نمیخوایم وارد کشورهای دیگه باشیم، ما فقط میخوایم به کشورها کمک کنیم. برای اینکه و اگه بتونیم ما پولمون رو برای کمک به مردم برای رشد اقتصادشون هزینه بکنیم و حقوق بشر و نه آن چیزی که داره در اتفاق میفته خیلی بهتر هست. فکر میکنید اگر این بحران داخلی تشدید بشه ممکنه رژیم به سمت تولید بمب اتم دست برداره؟ خیلی دشوار پیش بینی این قضیه. اونها به گوش نمی کنند به خواسته مردمشون. اونها مصمم هستند که به نظر من اونها مصمم هستند که به تسلیحات اتمی دست پیدا کنه. این البته برای دیگر کشورها هراس انگیزه که چنین چیزی در شرف اتفاقه و ما داریم سعی می کنیم که تحریم های سختی رو وضع بکنیم علیه ایران و می دونم که ممکنه به برخی مردم ایران ضرر بزنه، اما چاره ای نیست متاسفانه و باید این کارو بکنیم و میدونم که مردم ایران هم نمیخوان ببینن چنین وضعیتی رو.
خانم مایرک، در آستانه سالگرد انقلاب 57 هستیم. آقای موسوی مصاحبه داشت، در اون مصاحبه اشاره میکنه که اوضاع داخلی نشان دهنده حضور ریشه های استبداد و دیکتاتوری باقی مانده از نظام شاهنشاهی. ایشون جنبش سبز رو بخشی از تلاش یک قرن گذشته برای دموکراسی و علیه دیکتاتوری در ایران عنوان کرده و میدونم شما این مسائل جنبش سبز رو به دقت دنبال میکنید، اما ایشون در این حال تاکید میکنه که باید به قانون اساسی کماکان پایبند بود و خواهان اصلاحات، خواهان در واقع تغییر رژیم به اون شکلی که بسیاری ممکن ازش صحبت بکنن نیستن. شما آقای موسوی رو، نقشی رو که آقای میرحسین موسوی در این فاصله 7 ماه گذشته به عنوان رهبر جنبش سبز بازی کرده، چطور می‌بینید؟ بسیار اعتقاد دارن ایشون یک رهبر تصادفی بود، کسی بیشتر شبیه بوریس یلتسین تا لخ والسا در لهستان. چطور می‌بینید آقای موسوی رو؟ مجددم باید بگم که من کارشناسی نیستم که بگم مردم ایران چه احساسی دارن، اما هر وقت که چنین وضعیتی، نمیخوام از کلمه انقلاب صحبت کنم، ولی وقتی که مردم دنبال دموکراسی هستن، این خواسته مردم هست و به نظر میرسه که بله، این ایشون جلو قرار گرفته، اما این مردم هستن که در سراسر کشور این رو ادامه دارن میدن و امیدوارم که ادامه پیدا بکنه. هر کسی هم که میخواد در جلوی این جنبش باشه، اما باید ما آمریکا از مردم ایران، از اونهایی که به دنبال دموکراسی هستن حمایت بکنیم، همینطور در رابطه با نقض حقوق بشری که در اونجا در شرف وقوعه. شما قطعنامه دارید که خواستار توجه دوباره آمریکا و شاید حتی جامعه جهانی به جنبش سبز هستید، با خانم گرنجر این رو تنظیم کردید. محبت کنید بگید چه هدفی رو از این قطعنامه دقیقا دنبال میکنید؟ هدف این قطعنامه، خیلی به طور خیلی ساده بگم، اینه که نه تنها به ایرانیای آمریکا، بلکه ایرانیای داخل کشور هم بگیم که ما واقعا اهمیت میدیم و ما واقعا میخواهیم که دموکراسی در کشور اونها برقرار بشه. همونطوری که گفتم، ما اهل این نیستیم که بیایم تو کشورشون و کشورشون رو اشغال بکنیم. ما میخواهیم به اونها حمایت بدیم و از این طریق بگیم که ما داریم شما رو حمایت میکنیم و موافق این نقض حقوق بشرها در اون کشور نیستم. این ادامه هایی که در همه الان در شرف انجام هست، کاملا مغایر با تمام آن چیزی است که آمریکا عقیده به اون داره. الان شورای امنیت سازمان ملل در واقع و شورای حقوق بشر سازمان ملل باید در این رابطه صحبت بکنه. آقای بیل برتون، معاون سخنگوی کاخ سفید، اخیراً ایران آزمایش موشکی رو در این هفته انجام داده بود. گفته بود این آزمایش تحریک‌آمیز، در این حال با تاکید میکنه که هنوز برای بازگشت ایران به میز مذاکره دیر نشده. بخش از صحبت آقای برتون اگه موافق باشید با هم گوش کنیم. A launch like that is obviously a provocative act. But the president believes that it's not too late for Iran to do the right thing, come to the table with the international community and live up to its international obligations. در این حال میدونه که چین مخالفت کرده با تحریم ایران در شورای امنیت. آقای رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید میگفت امیدواره و ایشون باور داره که چین نهایتاً با اقدامهای بعدی علیه ایران همراهی میکنه. صحبت آقای گیبز هم با هم بشنویم. من پرسشی رو با شما در میون میگذارم. Think that the Chinese will continue to work with us on the important next steps that we have to take relating to Iran, because it's not just in our interest or in others' interest, it's quite clearly in their interest as well. خانم مایرک، سیاست دولت اوباما رو در برابر ایران چطور ارزیابی می‌کنید؟ شما همیشه میخواین از راه حل سیاسی و دیپلماسی برای هر مشکلی استفاده کنیم و مدت هاست که ما داریم این کار رو میکنیم. در رابطه با ایران گاه میگیم که دولت میگه که خب باشون همراهی میکنیم، بعضی وقتا اصلا به کل نادیده میگیریم. در رابطه با چین در این مسئله منفعت داره، باید دخالت داشته باشه. چین با ایران خیلی تجارت داره و این شاید یک علت باشه که نمیخواد تا به اندازه دیگر کشورها در اقدامات بین المللی دخیل باشه.
دولت اوباما هم تو که میدونید یک طرح دفاع موشکی داشت در جمهوری چک و لهستان، طرح رو تغییراتی درش داد، اعلام کرده که این طرح الان در رومانی دنبال خواهد شد به در یک ترکیب جدیدی. بخش صحبت‌های آقای فیلیپ کراولی مدیر کل وزارت خارجه رو با هم گوش بکنیم اگه موافق باشید.